سلام بر شما، به خبر 21 خوش آمدید. رئیس جمهور در دیدار نخست وزیر قطر، کشورهای اسلامی با اقدام مشترک حامیان رژیم صهیونیستی را به توقف جنایات و نسل کشی در غزه وادار کنند. مأموریت رئیس جمهور به وزیر کشور برای تهیه نقشه راه پیشرفت استانها به تناسب ظرفیت و قابلیت‌ها. آقای پزشکیان خطاب به وزرا: در تغییرات مدیران ملاک صلاحیت باشد نه جناح سیاسی. ما بنا نداریم از بالا تا پایین بگیم مدیرا فاسد بودن، میخوایم عوض کنیم، فقط به خاطر اینکه تو فلان دولت کار کردن باید بره کنار. چرا؟ پرداخت مطالبات کشاورزان، بازنشستگان و معلمان از چند روز آینده. رئیس سازمان برنامه و بودجه: اعتبار لازم تخصیص یافته است. مقدمات کار فراهم شده، انشالله از اول هفته آینده به ترتیب و به تدریج این تعهداتی که دولت داره و مطالباتی که ملت داره انشالله تسویه خواهد. بازی با مهره مهاجران در انگلیس برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی دولت و گسترش بی سابقه فقر. اندیشکده های انگلیس: 22% مردم این کشور در فقر به سر می‌برند. شمار مردم فقیر در این کشور فراوانند و این مردم فقیر و معمولی سالهاست شاهدند که نظام سیاسی و اجتماعی در این کشور برای آنان کاری نمی‌کند. و هشدار نارنجی هواشناسی برای شمال شرق کشور و ارتفاعات شرقی البرز. هواشناسی پیشبینی رگبارهای لحظه‌ای خطر سیلاب را تقویت کرده است. برای فردا میتونه شرایط رو برای سیلاب و آب گرفتگی در مناطقی از استان گلستان، بخشهایی از خراسان شمالی و همینطور شمال شرق استان سمنان مهیا کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم به مشروع خبرهای ساعت 21 توجه بفرمایید. رئیس جمهور در دیدار نخست وزیر قطر گفت کشورهای اسلامی باید با اقدام مشترک حامیان رژیم صهیونیستی را به توقف جنایات و نسل کشی در غزه وادار کنند. آقای پزشکیان در این دیدار از تلاش‌های قطر برای برقراری آتش‌بس در غزه قدردانی و حمایت مدعیان حقوق بشر را از جنایات رژیم صهیونیستی محکوم کرد. رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد کشورهای اسلامی و کشورهای قانونمدار با فشار به حامیان رژیم صهیونیستی این رژیم را مهار کنند. آقای پزشکیان همچنین روابط سیاسی ایران و قطر را ممتاز خواند و بر ضرورت ارتقاء سطح روابط تجاری و اقتصادی تاکید کرد. نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر هم در این دیدار گفت قطر به تلاش‌های خود برای تحقق آتش‌بس در غزه ادامه خواهد داد. شیخ محمد آل ثانی افزود امیر قطر برای گسترش روابط برادرانه و راهبردی دو کشور اهمیت ویژه‌ای قائل است. آقای عراقچی وزیر امور خارجه هم در دیدار نخست وزیر قطر که همزمان وزیر خارجه این کشور هم هست گفت جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌های قطر در توقف فوری جنگ و جنایات صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم فلسطین در غزه استقبال می‌کند و از هر توافقی که دوستان ما در مقاومت فلسطین و حماس بپذیرند حمایت خواهد کرد. آقای عراقچی به شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفت ایران تمایل دارد با تلاش و هماهنگی بیشتر جهش و تحرک جدی در روابط ایران و قطر به ویژه در عرصه اقتصادی و تجاری روی دهد. وزیر خارجه قطر هم با یادآوری روند مشورت‌های صورت گرفته بین دو طرف درباره توقف جنگ در غزه، ادامه رایزنی‌ها در راستای کمک به تأمین ثبات و امنیت در منطقه و کمک به مردم فلسطین را خواستار شد. امروز در چند مراسم وزیران تازه نفس دولت 14 معارفه و زحمات و خدمات وزیران پیشین امور اقتصادی و دارایی، کشور، دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی و وزیر راه و شهرسازی قدردانی شد. تکریم وزیران پیشین و معارفه وزیران جدید. امروز آقای رئیس جمهور برای آیین تکریم و معارفه وزرای دولت خودش به وزارتخانه های مختلف رفت. اولین وزارتخانه وزارت کشور بود. آقای رئیس جمهور در این آیین به آقای وحیدی خدا قوت گفت و نقشه راه وزیر کشور دولتش را مشخص کرد. باید بدونیم این استان با این امکانات، با این داشته ها، با این دارایی ها قراره چه اتفاقی برش بیفته. تکریم و معارفه بعدی جایی بود که نبض اقتصاد کشور را بر عهده دارد. مقصد بعدی رئیس جمهور وزارت امور اقتصاد و دارایی بود برای تودی معارفه وزیر اقتصاد. ما بنا نداریم از بالا تا پایین بگیم مدیرا فاسد بودن، میخوایم عوض کنیم. همین مدیرا مدیرای کشور خودمونن. فقط به خاطر اینکه تو فلان دولت کار کردن باید بره کنار. چرا؟ کسی که از امتحان و در از عمل کرد درست تونست بیاد بالا، میاد بالا. این نگاه رو باید بذاریم کنار. وزیر اقتصاد هم 4 اولویتش را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور گفت. تعداد نرخ‌ها رو کاهش بدیم و خودش یک سیگنال مثبتی خواهد بود انشالله برای صادرکنندگان و بازار سرمایه ما. انشالله چراغ سبزی هم برای بازار بورس خواهیم داشت. اصلا جزء اولویت‌های ماست. آیین تکریم و معارفه بعدی با حضور معاون اول رئیس جمهور دست به نقد خبر خوشی هم برای کشاورزان داشت. آقای عارف گفت بیش از 85% بدهی دولت به گندمکاران تأمین شده و در مرحله پرداخت است. راهبرد اصلی خود اتکایی یا حتی بگم استقلال گندم رو دنبال میکردیم. روند خوبی بود که امسال هم خوشبختانه ما با وضعیت بسیار خوبی روبرو هستیم. امروز همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور میزبان مقامات ارشد نظامی و انتظامی کشور بود. در این مراسم دانشمندان و نخبگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم حاضر بودند. با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در آیین تکریم و معارفه وزیر دفاع. توسعه فناوری‌های جدید و دستیابی به لبه‌های دانش و فناوری و ورود سریع و به موقع آن در سازمان نیروهای مسلح و به کارگیری در صحنه‌های مأموریتی کار بسیار سنگین وزارت دفاع است. امروز نگاه‌های بسیاری از مردم به وزیران و مدیرانی است که به تازگی آستین بالا زدند. از رئیس جمهور هم درباره ارزیابی عملکردشان پرسیدم. اول باید بگیم من وظیفه‌م این خدمات رو به جمعیت تعریف شده‌ای بدم. وقتی وظیفه من مشخص شد که خدمت رو باید بدم و مردم راضی باشن، به مردم هم میتونیم بگیم که انتظارشون از من مجری در چه حدی میتونه باشه. و آخرین برنامه کاری رئیس جمهور امروز شرکت در آیین تکریم و معارفه وزیر راه و شهرسازی بود. چهارمین وزیر زن راه و شهرسازی دنیا. رئیس جمهور در حکمی آقای عبدالکریم حسین‌زاده را به سمت معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب کرد. آقای پزشکیان در این حکم بر بهبود وضع زندگی روستاییان و ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی با در نظر گرفتن نقش روستاییان در تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کرده است. آقای حسین‌زاده نماینده دوره 12 مجلس و مدیرعاملی یک شرکت خصوصی معماری و شهرسازی را در کارنامه دارد. مطالبات کشاورزان، بازنشستگان و معلمان از ابتدای هفته آینده به تدریج پرداخت می شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام این خبر گفت تخصیص ها انجام شده و امیدواریم در روزهای آینده بخشی از بدهی دولت را پرداخت کنیم. یکی از موضوعات مهم دولت توجه به مطالبات مردم هست. به علت تغییر دولت و یک فضای زمانی که شکل گرفت، بخشی از مطالبات اقشار شریفی مانند کشاورزان، مانند بازنشستگان، مانند معلمان، مانند و بخشی دیگه از اقشار این به تعویق افتاد. به لطف الهی با استقرار دولت مقدمات کار فراهم شده، انشالله از اول هفته آینده به ترتیب و به تدریج این تعهداتی که دولت داره و مطالباتی که ملت داره انشالله تسویه خواهد.
مأموریت رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی در شناسایی گلوگاه‌های فساد دولت را یاری کنید. آقای محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قضایی تاکید کرد قوه قضاییه در مبارزه با مظاهر مختلف فساد و جلوگیری از شکل‌گیری مفاسد به صورت کامل با دولت 14 همکاری می‌کند. 40 امسال هم بهتر از و پرمحتواتر از سال‌های قبل انجام شد. قدردانی رئیس قوه قضاییه از مردم و مسئولان عراق در پذیرایی زائران 40 حسینی. لازم میدونم که به سهم خودم از مردم خوب عراق و از مسئولین عراق تقدیر و تشکر کنم که در این ایام گذشته و هفته های گذشته مهمان نوازی و اون چرا که شایسته زیارت ابوعبدالله حسین بود را برای زائرین انجام دادند. آقای محسنی اژه‌ای در بخش دیگر اظهاراتش در نشست شورای عالی قضایی تاکید کرد برای حل مشکلات کشور در کنار دولت 14 خواهیم بود. قوه قضاییه همونطوری که کراراً عرض کردم در کنار دولت خواهد بود با حفظ حریم قوانین و مقررات و بدون دخالت در کار یکدیگر. ما در کنار دولت خواهیم بود که انشاءالله کمک بکنیم مسائل به نحو بهتری انشاءالله جلو بره. رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد در شناسایی گلوگاه‌های فساد با دولت همکاری کند. فساد اگر به وجود اومد، خب برخورد با او ممکن هزینه داشته باشه. باید همه تلاش ما رو بکنیم که انشالله بستره‌های فسادی که شناسایی شده و یا شناسایی می‌شود و گلوگاه‌هایی که تا الان شناسایی شده و شناسایی می‌شود در مرحله اول خود دولت اقدام کنه و طبعاً قوه قضاییه هم باید قدم برداره. آقای محسنی اژه‌ای در بخش آخر اظهاراتش به مرکز ارتباط مردمی قوه قضاییه دستور داد نتایج بررسی درخواست‌های مردمی از طریق پیامک یا تلفن به آنها اطلاع داده شود. ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سیما. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان با اشاره به ترور ناجوانمردانه شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران تاکید کرد انتقام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قطعی است. اون چه که در تهران اتفاق افتاد و شهید هنیه را ناجوانمردانه ترور کرد رژیم صهیونیستی حادثه ای نیست که قابل فراموشی باشد. انتقام از این عمل جنایتکارانه چه توسط محور مقاومت و چه توسط جمهوری اسلامی ایران قطعی است، اما جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های تحریکات رسانه‌ای و غیر آن نمی‌افتد و خود نسبت به چگونگی و زمان اقدام انقلابی خود تصمیم خواهد گرفت. محور مقاومت نیز هر کدام به تناسب توانمندی ها و تدابیر خود این انتقام ها را صورت خواهند داد که روز گذشته بخشی از آن را شاهد بودیم. ابراز نگرانی شبکه‌های فارسی زبان خارجی از موفقیت مرحله نخست پاسخ مقاومت لبنان به رژیم صهیونیستی. این شبکه ها پس از اصابت پهپاد و موشک های حزب الله به 11 پایگاه راهبردی رژیم صهیونیستی این پرسش را مطرح کردند: آیا به تل آویو هم چنین حمله ای می شود؟ باز هم نگران. آیا تل آویو رو مورد حمله قرار خواهند داد؟ آیا هدف های استراتژیک دیگر اسرائیل رو مورد حمله قرار خواهند داد؟ نگران از حمله مجدد حزب الله، این بار بیشتر از قبل. نگران از پاسخ موشکی و پهپادی حزب الله در مرحله نخست یک عملیه. نتیجه شد زیر و رو شدن 11 پایگاه راهبردی صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی. چیزی که ما الان باش روبرو هستیم ایجاد جبهه‌های مختلف علیه این کشور، ایجاد یک حلقه آتش، بیش از 10,000 موشک و سلاح از طرف
حزب الله علیه اسرائیل شلیک شده. بیش از 1000 پهپاد به سمت ما فرستادن. یک شرمساری بزرگ برای ارتش اسرائیل امروز، این گنبد آهنین اسرائیل و مثلث انتقام محور مقاومت که بالای سرشان است و می دانند این عملیات تنها بخشی از فقط بخشی از توان محور مقاومت است. من فکر میکنم حزب الله میتونست کار بزرگتری انجام بده، حمله بزرگتری داشته باشه. اسرائیل وحشت زده است. ده ها هزار از شهروندان اسرائیلی از خانه و کاشانه خودشون در شمال اسرائیل آواره شدند و نگرانند از اینکه درست در زمان آماده باشه کامل ضربه خوردند. اسرائیل در حال آماده باشه کامل به سر میبره. خاطراتشان در بیش از 10 ماه گذشته، یعنی پس از ضربه جبران ناپذیری که در طوفان الاقصا خوردند، یک نتیجه برایشان دارد. خطر از آنچه در رسانه‌هایشان می‌بینند به آنها نزدیک‌تر است. این هجوم به پناهگاه‌ها و این احساس ناامنی در شبانه روز که در رسانه‌های اسرائیلی هم می‌خونیم، قاعدتاً وضعیت رو در اونجا هم پیچیده کرد. اقتصاد اسرائیل وحشتناک ضربه خواهد خورد. فشار روحی که به سربازانی هست که الان 10 ماه در حوزه جنگ هستند. صهیونیست‌ها این روزها هر لحظه منتظر مرگند. خودشان می‌گویند اسرائیل میترسه، مرگ و زندگی است. محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما. مذاکرات آتش بس در قاهره با کارشکنی دوباره صهیونیست ها بی نتیجه پایان یافت. اسامه همدان عضو دفتر سیاسی جنبش حماس گفت دشمن با تعیین شروط جدید برای پذیرش توافق از آنچه قبلا با آن موافقت کرده بود عقب نشسته است. عضو ارشد حماس گفت رژیم صهیونیستی در مذاکرات از تجدید آرایش نظامیانش در محور صلاح الدین و مدیریت گذرگاه رفح در مرز نوار غزه با مصر میگوید، اما حماس هرگز با شروط جدید موافقت نخواهد کرد. اسامه همدان تاکید کرد دولت آمریکا با سخن گفتن از توافق قریب الوقوع دروغ میگوید. مقام های آمریکایی در چند روز اخیر بدون اشاره به پیش شرط های تازه و کارشکنی اشغالگران بارها مدعی شدند گفتگوها پیشرفت داشته و به مرحله پایانی رسیده است. اسرائیل آماده توقف جنگ در غزه نیست. اسرائیل آمادگی خروج از غزه را ندارد و بنابراین نمیتوان در مورد چیزی توافق کرد. این گفتگوها به همین دلیل کاملا بیفایده و توخالی است. این یک نمایش است. حزب الله این شرایط را درک کرد و به همین خاطر حمله کرد، زیرا به این نتیجه رسید که آتش بس در غزه بسیار بعید است. با آغاز سال زراعی جدید، وزیر جهاد کشاورزی به کشاورزان قول داد سوخت و بذر و سمن و کود با کیفیت را برایشان تأمین کند. آقای نوری قزلچه همچنین گفته با وزارت نفت برای تأمین سوخت ماشینالات کشاورزی در فصل کشت مذاکره شده تا مشکلی برای کشاورزان ایجاد نشود. وزیر جهاد کشاورزی این را هم گفت که پس از اتمام هفته دولت، زمان تعیین قیمت خرید تضمینی گندم اعلام خواهد شد. کشاورزان پس از گذراندن نشیب ها بودایی که الان لازم داریم که به محصولمون بدیم تا آماده بشه در دسترس ما نیست. و فرازها در سال زراعی گذشته 135 میلیون تن محصول کشاورزی تولید کردند. امسال گندم کاشتیم و برداشت خوبی کردیم. کشت کلزا خیلی خوب بوده و بازدهی کشت ما نسبت به سالهای قبل خیلی هم بهتر بود. با تلاش کشاورزان بیش از 15 میلیون تن گندم در گندمزارها تولید شد. یک رکورد هست. با این میزان تولیدی که ما در کشور داشتیم تمام نیازهای مربوط به خبازی‌ها یعنی نانوایی‌ها و صنف و صنعت رو تامین کردیم و دیگه نیاز به واردات گندم در سال جاری نخواهیم داشت. و با افزایش 1.5 تنی محصولات کشاورزی تولید در دیمزارها رشد 25 درصدی داشته. در سال جدید برنامه ما به این ترتیب هست که نزدیک به 20 درصد ما افزایش رو در سطح خواهیم داشت، یعنی سطح قراردادمون رو به حدود 6 میلیون هکتار با
بیش از 600 هزار بهره بردار خواهیم رسوند. سال زراعی جدید از راه رسید و کشاورزان برای پایداری تولید نیازمند تأمین مقدمات تولید یعنی نهادها هستند. امسال تونستیم تا الان بیشتر از 500 هزار تن بذر تأمین کنیم که بعد از بوجاری، کیسه گیری و حذف ضایعات حدودا 450 هزار تن بذر خواهیم داشت. ما تأمین خوبی رو برای آفت کش ها داشتیم. نیاز کل کشور سرتاسر سال 44 هزار تن هست، ولی در حال حاضر حدود 37 هزار تن رو ما در داخل کشور الان داریم. ذخیره کودهای یارانه کشور همکنون حدود 450 هزار تنه که ذخیره خیلی مناسبیه برای استارت کشت پاییزه. امروز آیین آغاز فصل زراعی جدید در حالی برگزار شد که وزیر جهاد کشاورزی بر اجرای الزامات الگوی کشت تاکید کرد. بر اساس اون تکالیف قانونی که داریم و بر اساس اون امکانات و مشوق‌هایی که در اختیارمون هست، الگوی کشت هم اجرا میشه. به گفته معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، 85% الگوی کشت در تولیدات کشاورزی سال گذشته رعایت شده و در سال زراعی جدید هم ادامه دارد. حراتیان، خبرگزاری صدا و سیما. ورود 80 هزار معلم به آموزش و پرورش در آستانه سال تحصیلی جدید. وزیر آموزش و پرورش در همایش استانداران با حضور وزیر کشور گفت این تعداد معلم از دانشگاه فرهنگیان و خرید خدمت در آستانه سال تحصیلی جذب خواهد شد. آقای کاظمی در این گرد همایی همچنین از استانداران خواست بستر لازم را برای افتتاح 8 هزار کلاس درس و بیش از 1000 پروژه در نظام آموزشی فراهم کنند. تمام تلاشمون رو داریم انجام میدیم که با همکاری استانداران محترم در سطح استانها و فرمانداران عزیز به عنوان رؤسای شوراهای آموزش و پرورش در سطح کشور بتونیم یه بازگشایی آرام، امن، کم دغدغه و شادی بخش و امیدآفرین رو در سطح جامعه انشالله رقم بزنیم. وزیر کشور هم در این گرد همایی با تاکید بر فراهم کردن تمهیدات لازم برای بازگشایی مدارس به افزایش بار ترافیکی در آستانه مهر اشاره کرد و گفت در صورت لزوم شورای عالی ترافیک برای بازگشایی مدارس و مدیریت ترافیک برگزار شود. ستاد مرکزی اربعین حسینی اعلام کرد از مجموع بیش از 3 میلیون و 600 هزار زائر ایرانی اعزام شده به عراق، بیش از 3 میلیون و 200 هزار نفر تا کنون به کشور بازگشتند. طبق اعلام این ستاد، کمتر از 500,000 زائر ایرانی دیگر در عراق هستند که روزهای آینده از مرزهای زمینی و هوایی به کشور باز خواهند گشت. همه با عشق آقا ابو عبدالله الحسین رفتند و با غم دوریش برگشتند. یه چیزی مشترک بود بین همه مردم، اینکه دلای همه یه جا میرفت به سمت حضرت ابو عبدالله حسین میرفت و فقط به عشق امام حسین اومده بودن. اما یاد یاران را فراموش نکردند. برای همه دعا کردم، اونا که التماس دعا گفتن، اونا که دعا کردن، اونا که مریض بودن نتونستن بیان. مسیر آزادیه، مسیر اینو هر کی بیاد اینجا شهدا رو یاد نکنه مثل اینکه راهو کج کرده. حالا اما در مسیر بازگشت برخی هوایی به ایران میآیند. 3082 پرواز تا الان و 396 هزار نفر تقریبا تا پایان روز اربعین جابجا شدن و این عملیات به مدت 5 روز دیگه هم انشالله ادامه خواهد داشت. برخی هم با ناوگان عمومی حمل و نقل به شهرهای خود باز می‌گردند. حدوداً 3 میلیون و 300 هزار نفری که در واقع به صورت زمینی عازم عتبات و مراسم اربعین شدند تا صفر بامداد حدود 2 میلیون و 740 هزار نفر برگشتند. مسئولان با آنها که با خودروی شخصی به مرزهای مبدا سفر اربعین آمدند توصیه کردند که حتما بعد از استراحت کافی رانندگی کنند. در این ایامی که پشت سر گذاشتید بالغ بر 30% از تصادفاتی که اتفاق افتاد در محورهای منتهی به مرزها به دلیل واژگونی به علت خستگی و خواب‌آلودگی. بله. تأکید و توصیه همیشگی ما تو این ایام این بوده که زائرین عزیز، کسایی که وسیله شخصی دارن، حتما در بعد ورود در مواکب در محل‌های مناسبی که پیش می‌شده
استراحت کامل رو داشته باشند و بعد از اینکه مطمئن شدن برای یک رانندگی طولانی مدت آمادگی دارن، در حال پشت فرمان خودروی خودشون قرار بگیرن. از بامداد امروز تا ساعت 17 53000 زائر با 1600 اتوبوس تنها از پایانه مهران عازم شهرهای خود شدند. پایانه های مرزی دیگر هم همچنان میزبان زائران هستند. رضا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما. هزاران موکبدار در کربلای معلا بعد از دو ماه خدمت به زوار حسینی در حالی موکب‌ها را جمع می‌کنند که در فراغ خدمت به زائران حسینی اشک از دیدگانشان جاری است. می‌گفت نمی‌دانم چه بگویم. همون حرفایی که نمی‌دانست بگوید با بغضش گفت، با چشمانش. فراق امام حسین، فراق زوار، فراق خدمت. حبیب مسئول موکب حبیب ابن مظاهر از دو ماه محرم و سفری میگفت که خدمتش را از بصره شروع کرده و رسیده به کربلا. حالا هم داشتند بارشان را میبستند که برگردند به شهرشان. خادم بودیم، برامون فرقی نمیکرد با چه دین و ملیتی اومدن به موکبمون، فقط سعی کردیم بهترین خدمت خودمون رو به زائرای بدیم که دعوت شده امام حسین بودن و این مهمونی تا قیامت به راهه و باقی انشالله. منتظر رسیدن کامیون بود که وسایل موکب را بارش کند و برگردد به بصره. شعور حزین، یعنی غمگین است برای این برگشتن. من تا ابد خادم حسینم و بدون زوار الحسین فکر میکنم به درد نمیخورم. ما با حسین و زائرانش معنا پیدا میکنیم. دلتنگی میمونه فقط برای اینکه بتونیم دوباره خدمت کنیم به این زائران. موکبشان در شارع امام علی بود. 70 نفر دو ماه اینجا بودند و سیاوش یک خادم اولی این موکب. کاش بشه که بیشتر بمونیم، کاش بشه همیشه همین بساط باشه، کاش بشه کنار این حرم بتونیم همیشه ببینیمش. بایبار جزایر. همه به من میگن چطوری هر سال خدمات موکبت داره بیشتر میشه و من میگم خودم هم نمیدونم. هرچی برای امام حسین هزینه میکنم چند برابرش دستم میاد و دوباره هزینه میکنم. این معجزه امام حسین اشک منو در میاره. من از ناصریه جنوب عراق از اول محرم اینجا به عشق همین زوار. دور شدن و برگشتنمون به شهرمون سخته، اما امیدمون این سال بعد هم بیاد. یک خانواده شده بودن در موکب ها. خیلی گریه میکنیم. اهل کربلاست، میگفت فارسی را با همین زائران ایرانی طی همین سالهای خدمت یاد گرفته. یعنی داره که یا خوان، یعنی برادر همدیگه شدیم. جدایی سخته واقعا. ما چند نفر در کنار هم زندگیمون با امام حسین گره خورد. تلاششان را کرده بودند، باید خدافظی میکردند با حلبی به زوارک، با تفضل مای، با مای بارد، و امید داشتند که سال بعد هم آقا خبرشان میکند برای خدمت. فاطمه عبدالوند، خبرگزاری صدا و سیما، کربلا. در حملات امروز رژیم صهیونیستی به نوار غزه دست کم 33 فلسطینی شهید و بیش از 30 تن زخمی شدند. هواپیماهای جنگی از بامداد امروز منطقه المواسی در غرب رفح، مدرسه الشافعی در محله الزیتون، اردوگاه نصیرات، خان یونس و چند منطقه در شهر غزه را بمباران کردند. علی تعیمه خبرنگار فلسطینی از شهدای امروز این حملات در جنوب غزه است. امروز همچنین تهدید رژیم صهیونیستی به بمباران بیمارستان شهدای الاقصی به تخلیه این بیمارستان منجر شد. همزمان مقاومت فلسطین در واکنش به جنایات صهیونیست‌ها در رفح و خان یونس، محل تجمع نظامیان اشغالگر را هدف قرار داد. رسانه‌های صهیونیستی از هلاکت یک نظامی این رژیم و زخمی شدن 11 نظامی دیگر
در درگیری‌های امروز نوار غزه خبر دادند. یک تانک مرکاوای صهیونیست‌ها هم منهدم شد. سازمان جهانی بهداشت گزارش داد 15,000 کودک فلسطینی مبتلا به سوء تغذیه شدید هستند و وضع بیش از 3,000 کودک وخیم است. وخامت اوضاع انسانی به وجود آمده ناشی از تداوم حملات رژیم صهیونیستی و محدودیت‌های ورود مواد غذایی به غزه است. مسئولان بیمارستان کمال عدوان در غزه هم هشدار دادند تشدید بحران سوء تغذیه کودکان می‌تواند به شهادت آنها بر اثر گرسنگی منجر شود. از ابتدای جنگ در غزه دست کم 40 کودک فلسطینی به علت سوء تغذیه و گرسنگی جان باختند. مدیر دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل در فلسطین با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و آوارگی‌ها و ویرانی زیرساخت‌ها گفته واژه‌ای برای بیان حجم مصیبت در نوار غزه پیدا نمی‌کنم. پیگیری مستمر یک خبرنگار درباره قتل دختر فلسطینی و خانواده‌اش به کجا کشید؟ دختری که سازمان ملل کشته شدنش را جنایت جنگی نامید. خانواده‌ای با خودرو در حال ترک غرب غزه. نظامیان اشغالگر آنها را محاصره می‌کنند. سرنشینان به غیر از هند و لیان کشته می‌شوند. لیان وحشت زده با هلال احمر تماس می‌گیرد. لو مرحبا مو ايوه بابا خلينا انت بابا زنده انتو متخبين اما ناگهان لیان هم کشته می شود الو این بار هند به امدادگران زنگ می زند يا حبيبتي والله بدي اخذك بس مش بايدي هلا نیروهای امدادی عازم منطقه می شوند ولی دیگر خبری از هیچ کدام نشد تا اینکه 12 روز بعد هنگام بازگشت آواره ها خودروی خانواده هند و آمبولانس امدادگران به این شکل پیدا می شود و هذا ما تبقى من جثامين الشهداء 16 روز بعد خبرنگار از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میپرسد ما صدای التماس کردن هند رو به صلیب سرخ شنیدیم. میخوام در مورد وضعیت تحقیقات این پرونده از شما سوال کنم. متیو میلر میگوید تا جایی که ما مطلع شدیم این تحقیقات هنوز تکمیل نشده. 29 روز بعد خبرنگار مجدداً جویای تحقیقات از این قتل میشود. آیا اطلاعات جدیدی از تحقیقات کشته شدن هند، خانواده‌اش و پزشکایی که برای نجاتشون رفته بودن دارید؟ پاسخ سخنگو بی اطلاعی است. اطلاعات جدیدی ندارم. دوباره خبرنگار به این کنفرانس میرود و میپرسد آیا شما اطلاعات جدیدی از اقدامات اسرائیل در پرونده هند رجب دارید؟ اگر خیر چطور میتونید چنین رویکردی رو توجیه کنید؟ متیو میلر میگوید تحقیقات زمانبر است. ما میخوایم این تحقیقات در همه موارد سریع تکمیل بشه اما نه به قیمت ناقص موندن اونها. 101 روز میگذرد و خبرنگار دوباره پرونده هند را پیش میکشد. اولین سوال در این رابطه اینه که اطلاعات جدیدی از تحقیقات این پرونده دارید؟ پاسخ را به آینده حواله میدهد. بعداً برای شما آخرین اطلاعات این پرونده را ارائه خواهم داد. 128 روز بعد. آیا اطلاعات جدیدی از پرونده دارید؟ بعداً اطلاعات این پرونده را ارائه خواهم داد. 147 روز میگذرد. خبرنگار به گونه دیگر سوال را مطرح میکند. آیا میشه تحقیقات متهمان این پرونده رو که خودشون مرتکب این قتل شدن رو معتبر دونست؟ سخنگوی وزارت خارجه پرونده را به صهیونیست‌ها واگذار کرده. من همه اون چه که آنها گفتند رو برای شما منتقل میکنم. 184 روز پس از قتل هند رجب خبرنگار همچنان پیگیر است. ماه گذشته وقتی من و همکارانم در رابطه با تحقیقات این پرونده سوال کردیم، وزارت خارجه اعلام کرد اسرائیل منتظر پاسخ‌های سازمان ملل و صلیب سرخه. من با صلیب سرخ صحبت کردم. اونا گفتن خیر، دولت اسرائیل با ما مکاتبه ای نداشته. این بار معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تفره می رود. تحقیقات هنوز در جریان است و صحبت کردن درباره جزئیات اون رو به اسرائیل واگذار می کنم. 197 روز از آن حادثه گذشت، خبرنگار همچنان پیگیر. آخرین وضعیت این پرونده چیست؟ و مقامات آمریکا همچنان فراری از پاسخ. اولین بار نیست که تحقیقات درباره کشتار صهیونیست‌ها بی پاسخ می‌ماند. 200 شهید در مدرسه فاخوره. 100 کشته در مدرسه تابعین. حمله به نمازگزاران فلسطینی با 100 شهید. حمله به بیمارستان‌ها و قتل‌هایی که هیچگاه کالبد شکافی نشدند. آمنه سادات ذبیح‌پور خبرگزاری صدا و سیما.
حمله تروریستی رژیم صهیونیستی در شهر صیدا در جنوب لبنان ناکام ماند. هدف از این حمله هوایی ترور یکی از مسئولان جنبش حماس بود. محله هلالیه شهر صیدا در جنوب لبنان امروز صحنه یک حمله تروریستی هوایی ناموفق رژیم صهیونیستی بود. هدف از این حمله هوایی ترور یکی از مسئولان جنبش حماس فلسطین بود که خودروی او مورد اصابت موشک قرار گرفت. سرنشین این خودرو لحظه پیش از اصابت موشک به خودرو توانست از آن خارج شود. محله هلالیه یکی از مناطق مسکونی شرق شهر صیدا در 45 کیلومتری جنوب پایتخت لبنان است. یکی از ساکنان این محله در واکنش به این تجاوزگری هوایی رژیم صهیونیستی گفت: حالا نحن بنقول للعدو الاسرائيلي، به دشمن اسرائیلی میگویم اراده ملت ما قوی تر از سلاح‌های شماست. از مقاومت دست نمی‌کشیم، زیرا می‌دانیم سلاح و اراده مقاومت در برابر تجاوزگری‌های آمریکا و اسرائیل بازدارنده است. هزینه مقاومت بسیار کمتر از ذلت و هزینه عقب‌نشینی است. یکی از موشک‌ها با عبور از بام این ساختمان داخل منزل خانواده یکی از شهدای نبرد طوفان الاقصی منفجر شد، اما خوشبختانه هیچ یک از اهالی این منزل مورد اصابت قرار نگرفتند. پدر این شهید که صاحب خانه است میگوید: انا عند ابن من 3 شهور ونص. پسرم 3 ماه پیش در یکی از مناطق مرزی به شهادت رسید و امروز هم موشک به داخل خانه ام اصابت کرد. به صهیونیست ها میگویم عزم و اراده ما با این تجاوزگری ها قوی تر خواهد شد. از مقاومت دست بر نمی داریم و پاسخ شما را در میدان نبرد خواهیم داد. مسئولان مقاومت تاکید میکنند رژیم صهیونیستی با این گونه اقدامات تروریستی در مناطق مسکونی نمیتواند شکست های خود را در میدان نبرد با رزمندگان مقاومت جبران کند. نبرد در جبهه جنوب لبنان تا زمانی که حمله به غزه ادامه دارد متوقف نخواهد شد. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر صیدا، جنوب لبنان. رسانه‌های صهیونیستی از حمله تلفیقی حزب الله با موشک و پهپاد به شمال فلسطین اشغالی همزمان با دیدار فرماندهان ارتش اشغالگر با همتای آمریکایی خبر دادند. با همکارم مستقر در مرز لبنان و فلسطین اشغالی گفتگو می‌کنم. آقای عظیم‌زاده، سلام بر شما. از عملیات امروز حزب الله و جزئیات اون توضیح بفرمایید، خواهش می‌کنم. آقای ظهوریان، بینندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. لحظاتی قبل بود که حزب الله 2 بیانیه به صورت پیاپی صادر کرد. در بیانیه اولش حزب الله اعلام کرد در پاسخ به حمله تروریستی ناکام جنگنده های رژیم صهیونیستی به خودروی در شهر صیدا با دسته ای از پهپادهای انتحاری خودش، پادگان شراگا، محل فرماندهی لشکر 146 ارتش رژیم صهیونیستی رو در عمق 20 کیلومتری شمال غربی سرزمین‌های اشغالی و در شمال شهر اشغالی عکا هدف قرار داده. در جریان نفوذ پهپادهای انتحاری تا لحظه اصابتشون به پادگان شراگا، آژیر خطر بر 15 شهرک و پادگان و پایگاه نظامی در محدوده الجلیل غربی به صدا در اومد. همچنین حزب الله لبنان در عملیاتی دیگه با دسته ای از پهپادهای انتحاری دیگش، این بار مقر لشکر 91 ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک نظامی ایلیت حشاهر در عمق 20 کیلومتری شمال شرقی سرزمین های اشغالی در محدوده منطقه الجلیل اعلا را هدف قرار داد. در جریان این حمله هم باز آژیر خطر در مناطق مختلف در شمال شرقی سرزمین‌های اشغالی به صدا در آمد. حزب الله قبل از اینکه پهپادهاش رو به سمت اهداف روانه بکنه، باز هم با تعدادی موشک گراد کاتیوشا که به اعلام رسانه‌های رژیم صهیونیستی 20 موشک بودن، سامانه پدافند موشکی ارتش رژیم صهیونیستی موسوم به گنبد آهنین رو مشغول کرد. حزب الله در عملیاتی دیگه ظهر امروز بود که با پهپادهای انفجاری کوچک خودش تجهیزات جاسوسی نظامیان صهیونیست رو در پایگاه رامیا هدف قرار داد. جنگنده های رژیم صهیونیستی و پهپادهای اونها در مجموع امروز به 11 منطقه مختلف در جنوب لبنان از جمله کفرکله و تیر حرفا حمله کردند. توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی هم به 7 منطقه مختلف در نوار مرزی از جمله به شبعا و ناقوره حملاتی رو داشته. متشکرم آقای عظیم‌زاده، خبرنگار صدا و سیما، مستقر در مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
آشوب‌ها در شهرهای مختلف انگلیس ادامه دارد. افزایش نارضایتی ناشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی در یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است. اما به گفته ناظران، سیاستمداران مهاجران را عامل تشدید مشکلات معرفی می‌کنند تا بر ناکارآمدی‌های خود سرپوش بگذارند. آشوب‌های دو هفته اخیر در شهرهای انگلیس بار دیگر موضوع فقر در این کشور و لشکر فقیران را در آن به موضوعی مهم مبدل کرده. بر اساس گزارش اندیشکده‌های انگلیسی امسال حدود 14.5 میلیون نفر، یعنی 22% جمعیت این کشور دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان، در فقر به سر میبرند که بیش از 8 میلیون نفرشان شاغلند. شمار مردم فقیر در این کشور فراوانند و این مردم فقیر و معمولی سالهاست شاهدند که نظام سیاسی و اجتماعی در این کشور برای آنان کاری نمی کند و هیچ صدایی در ارکان قدرت ندارند. سیاستمداران انگلیسی به ویژه راستگرایان در این کشور سالهاست برای کسب آرای مخالفان مهاجران و نیز چهره‌های مشهور نژاد پرست تلاش می‌کنند همه مشکلات را برگردن مهاجران بیاندازند. بر اساس گزارش اندیشکده‌های انگلیسی، بدون مهاجران پزشک، پرستار، مهندس، بازرگان، بسیاری از صنایع، مشاغل، مراکز درمانی و بهداشتی آسیب خواهند دید. با این حال، تبلیغات نژاد پرستان و راستگرایان افراطی موجب شده است مهاجران و مسلمانان هدف حمله آشوبگران قرار گیرند. وضعیت فعلی کاملا نگران کننده است. من به عنوان یک دختر جوان در لندن شرایط را ناامن و خطرناک می‌بینم. من همچنین نگران افراد غیر سفید پوست و مهاجرم که نژاد پرستان برای اهداف خودشون اونها را به دروغ عامل بدبختی‌های مردم این کشور معرفی و به آنان حمله می‌کنند. در دو دهه اخیر شمار افراد شاغل در انگلیس که مهاجرند از 9% به 19% افزایش یافته است. بر اساس گزارش اندیشکده‌ها در انگلیس، مهاجران و مسلمانان سالانه بیش از 83 میلیارد پوند برای این کشور درآمد تولید می‌کنند. اما اغلب رسانه‌ها و سیاستمداران انگلیسی هیچ علاقه‌ای به انتشار این گزارش ندارند. همچون میزان خسارات و آسیب‌های وارد شده به مسلمانان و مهاجران طی آشوب‌های دو هفته اخیر در این کشور. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن. بزرگترین تأسیسات شیمیایی آلمان در یک پارک شیمیایی امروز به علت نشت گاز هیدروژن دچار انفجار و آتش سوزی شد. این منطقه متعلق به غول شیمیایی آلمان لینده است که گازهای هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و سایر گازهای خاص تولید می‌کند. آتش سوزی در پی نشت هیدروژن از یک تانکر حمل این گاز صورت گرفت. مسئولان کارخانه می‌گویند آتش مهار شده، اما سازمان خدمات اورژانس از مردم منطقه خواسته درها و پنجره‌ها را بسته نگه دارند. در حمله تروریستی در بورکینافاسو بیش از 200 تن کشته و دست کم 140 تن زخمی شدند. یک گروه تروریستی نزدیک به القاعده مسئولیت حمله تروریستی را بر عهده گرفت. منابع محلی از مفقود شدن چند نظامی پس از این حمله خبر می‌دهند. کره شمالی از آزمایش موفق پهپادهای انتحاری ساخت این کشور خبر داد. این خبر همزمان با رزمایش تابستانی ارتش آمریکا و کره جنوبی منتشر شد. با بالا گرفتن تنش بین دو کره، کره جنوبی طرف شمالی را تهدید کرد در صورت حمله محو خواهد شد. در حمله تروریستی در پاکستان 23 تن کشته شدند. در این حمله مهاجمان با بستن جاده و متوقف کردن حرکت خودروها دست کم 10 خودرو را آتش زدند و مسافران را قتل عام کردند. هنوز گروهی مسئولیت این حمله را که از خونبارترین حملات تروریستی پاکستان نام گرفته عهده‌دار نشده است. آتش سوزی تانکر عراقی حامل سوخت در آن سوی مرز پرویزخان و در خاک عراق
با تلاش آتش نشانان ایرانی اطفا شد. فرماندار قصر شیرین علت آتش سوزی را بی احتیاطی راننده عراقی و روشن کردن اجاق سفری در کنار تانکر سوخت اعلام کرد. به افزود با اقدام به موقع آتش نشانان ایرانی از سرایت آتش به سایر تانکرها جلوگیری شد. چند خبر دیگر. ثبت سفارش کتاب‌های درسی تا پایان شهریور تمدید شد. وزیر آموزش و پرورش با اعلام اینکه تاکنون 85% کتاب‌های درسی چاپ شده گفته کتاب‌ها امسال تغییر چندانی در مقایسه با سال قبل ندارند و فقط تصاویر برخی کتاب‌ها تغییر کردند. تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور در 5 ماه گذشته به بیش از 94,284,000 تن رسید. به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی در این مدت بیش از 32 میلیون تن کالاهای نفتی و غیر نفتی تخلیه و بیش از 32 میلیون تن کالای غیر نفتی بارگیری شده است. با گسترش دامنه آتش سوزی های جنگلی در برزیل در 45 شهر ایالت ساو پائولو حالت فوق‌العاده اعلام شد. دولت برزیل 2 مظنون را در این رابطه بازداشت کرده. این آتش‌سوزی تا کنون 2 قربانی گرفته است. صدها پرواز هم به دلیل دود ناشی از آتش‌سوزی لغو شده. بارش‌های سیل‌آسا و رانش زمین در اندونزی و تایلند. به گفته مقام‌های اندونزی رانش زمین تا کنون 7 کشته داشته و تلاش برای بیرون آوردن دیگر قربانیان ادامه دارد. رانش زمین در تایلند هم جان 13 نفر را گرفت. یک ناو نیروی دریایی مالزی غرق شد. نیروی دریایی مالزی اعلام کرده غرق شدن این ناو احتمالاً ناشی از برخورد کشتی با یک شی زیر آب در سواحل باشد. تمام 39 خدمه کشتی به سلامت و بدون هیچ آسیبی تخلیه شدند. و دست کم 20 نفر به سبب شیوع وبا در شرق سودان جان باختند. منابع پزشکی شهر کسلای سودان اعلام کردند بیش از 400 تن در این شهر به وبا دچار شدند. پزشکان آب و غذای آلوده با منبع نامشخص را علت شیوع این بیماری عنوان کردند. فصل برداشت شلیل از باغهای استان آذربایجان غربی فرا رسید. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی پیشبینی کرده از 3220 هکتار سطح باغهای بارور شلیل در این استان بیش از 34 هزار تن شلیل برداشت شود. فصل برداشت میوه‌های هسته‌دار در آذربایجان غربی است. شلیل یکی از مهمترین میوه‌های هسته‌داره که جایگاه ویژه‌ای در میان محصولات باغی استان داره. سطح باغات ما حدود 22500 هکتار میوه‌های هسته‌دار بارور هستند. از این سطح حدود 227 هزار تن سالانه برداشت میشه. ارقامی از قبیل شلیل زودرس، میانرس، دیررس مغان و شلیل شمس یا سفید مشهد و شلیل انزیری که این ارقام در استان ما کش شده و مساحتشون 3220 هکتار هست. شلیل دیررس مغان یا همان استار رد گولد رقم اقتصادی کش شده در آذربایجان غربی است که میوه های این رقم در چند مرحله برداشت میشه. با توجه به شرایط آب و هوایی آذربایجان غربی برداشت میوه های هسته‌دار تا اواخر شهریور ماه ادامه دارد. پیش بینی میشه امسال بیش از 34 هزار تن شلیل از باغ های آذربایجان غربی برداشت بشه. رباب سیدی، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه. در 4 محال بختیاری هم کار برداشت پیاز از 700 هکتار مزارع این استان آغاز شد. به گفته مدیر زراعت جهاد کشاورزی 4 محال بختیاری، برداشت پیاز به صورت نیمه مکانیزه انجام می شود. برداشت پیاز از مزارع 4 محال بختیاری. پارسال من 12 هکتار پیاز کاشته بودم، زرد و سفید، ولی امسال 32 هکتار کاشتم، زرد
قرمز، سفید. برداشت این محصول از مزارع در دو مرحله برداشت و بسته‌بندی انجام می‌شود. برای برداشت پیاز با تراکتور می‌کنیم، با کارگرم با دست تور می‌کنیم. نیمه مکانیزه انجام میشه. 90 هکتار مزارع شهرستان بن به کشت پیاز اختصاص دارد. میانگین عملکرد در شهرستان 70 تن هست که از این سطحی که کشت شده 6300 تن برداشت پیاز را داریم. هم اکنون 740 هکتار از زمین‌های کشاورزی چهارمحال و بختیاری زیر کشت پیاز است. پیش بینی می‌کنیم از این سطح حدود بیش از 50,000 تن پیاز برداشت بشه. البته رکوردهایی هم در استان وجود داره که رکورد عملکرد تا 120 تن در هکتار هم برداشت شده. مهدی نادریان، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان بن، چهارمحال و بختیاری. به نام خدا. سلام بر شما. با تضعیف جریانات دریا به خشکی در جنوب شرق کشورمون نسبت به روزهای گذشته کاهش ابر و پدیده رو خواهیم داشت. در عوض برای فردا کانون تمرکز بارش ها در شمال شرق کشورمون خواهد بود. حتی میتونه شرایط رو برای سیلاب و آب گرفتگی در مناطقی از استان گلستان، بخشهایی از خراسان شمالی و همینطور شمال شرق استان سمنان مهیا کنه. بارش باران همراه با رعد و برق پدیده غالب در این مناطق خواهد بود. البته برای ارتفاعات البرز مرکزی در مناطق مرتفع استان مازندران به ویژه بخش شرقی استان و ارتفاعات شرقی استان تهران همین شرایط رو دور از انتظار نمی‌بینیم. هرچند در ساعات بعد از ظهر رشد ابر در البرز مرکزی، مناطقی از استان‌های همدان، همینطور اصفهان و چهارمحال بختیاری پیش رو خواهیم داشت. و برای پس فردا پیش بینی می‌کنیم بارش‌هامون بیشتر عمدتا از آن استان‌های ساحلی خزر به ویژه در سواحل باشه. ارتفاعات استان تهران، البرز، همینطور سمنان، بخشی از زنجان، مناطقی از خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی قدری ضعیف‌تر میشه. به این مناطق رو به سمنان هم توسعه داد. بخشی از زاگرس مرکزی هم در ساعاتی با پوشش ابر همراه خواهند شد. و به لحاظ نوسانات دمای فردا هم قدری بر میزان دمای هوا در سطح کشور افزوده خواهد شد. از پس فردا به ویژه برای نیمه شمالی کشور کاهش دما رو پیش رو خواهیم داشت. وزش باد منطقه پدیده غالب نیمه شرقی کشورمون برای فردا و پس فردا خواهد بود، حتی تا آخر هفته، ولی به نسبت شدید خواهد بود. البته در بخشی از شمال غرب و جنوب غرب کشور هم افزایش سرعت وزش باد میتونه کاهش کیفیت هوا رو در آذربایجان غربی، در بخشی از ایلام و خوزستان به همراه داشته باشه. فردا و پس فردا آبهای دریای خزر هم کم کم موج و متلاطم خواهد شد. شبتون بخیر. فردا سه‌شنبه ششم شهریور، 22 صفر و 27 آگوست است. نیمه شب شرعی امشب ساعت 23:22 از آن صبح فردا در تهران ساعت 4:04 و طلوع آفتاب ساعت 5:33 است. از همراهیتون متشکرم.